میدونید یه وقتایی دلم برای فضای گیمینگ دهه 90 میلادی تنگ میشه. اون زمان کمپانیا به بازی کامپیوتری به شکل یک ماشین پولسازی نگاه نمیکردن که فقط براشون پول چاپ کنه. تو این دهه گذشته شما چند تا شرکت بازی سازی میشناسی که یه بازی رو که میلیون ها براش خرج کردن و تا 90% بازی رو هم تکمیل کردن و بالکل یو کنسلش بکنن و دوباره از اول بسازنش. به اپیزود جدید اتاق بازی اونا خوش اومدین. همونطوری که قبلا هم گفته بودم عرضه بازی رزیدنت اویل 1 در سال 1996 میلادی به شدت همه رو سورپرایز کرده بود. بازی دارای اتمسفر به شدت گیرا بود. حتی وایس اکتینگ بعد بازی هم نتونسته بود از جذابیت های بازی کم کنه. This house is dangerous. There are terrible demons. Ouch. شاید براتون جالب باشه که بدونین سهام کپکان در خوشبینانه ترین حالت فقط فروش 200 هزار تا نسخه را برای این بازی پیش بینی کرده بودن. ولی این فروش تنها در اولین هفته عرضه بازی محقق شد. و ظرف کمتر از یک ماه رزیدنت اویل تبدیل به اولین بازی پلی‌استیشن شد که از فروش 1 میلیون نسخه عبور کرد. همین موفقیت سهام کپکام رو تعقیب کرد که سریعا دست به کار بشن و تولید بازی دوم تنها 2 ماه بعد از عرضه بازی اول آغاز شد و در عین واحد اونا تصمیم گرفتن که این بازی رو روی پلتفرم‌های دیگه پورت کنن. پلتفرم‌های موجود اون زمان به غیر از پلی‌استیشن، ساترن از کمپانی سگا و کنسول تازه ریلیز شده نینتندو 64 از کمپانی نینتندو بود. شرکت نینتندو در یک حرکت عجیب به جای استفاده از فرمت CD که فضای بسیار بیشتری به بازی ساز میداد و بسیار هم ارزان تر بود از کارتریج استفاده کرده بود. همین تصمیم غلط باعث شده بود که خیلی از بازیسازهای بزرگ بازیهای خودشون رو از پلتفرم نینتندو به سایر پلتفرم ها انتقال بدن. به طور مثال بازی فاینال فانتزی یکی از بازی‌های انحصاری کنسول‌های نینتندو محسوب می‌شد که 6 عنوان این بازی تا اون زمان بر روی اون کنسول ریلیز شده بود، ولی اسکوئر سافت تصمیم گرفت بازی فاینال فانتزی 7 رو بر روی کنسول پلی‌استیشن ریلیز کنه. یکی دیگه از همین عناوین بزرگ بازی رزیدنت اویل 1 بود که اگه یادتون باشه تو قسمت قبل هم گفته بودم که این عنوان به صورت انحصاری قرار بود روی پلتفرم نینتندو ریلیز بشه، ولی همین انتخاب غلط باعث شد که نینتندو چنین IP رو از دست بده. به هر حال کپکام اقدام به پورت بازی بر روی کنسول سگا ساترن کرد و بازی در سال 1997 بر روی کنسول ساترن ریلیز شد. با اینکه روی کاغذ کنسول سگا قدرت بیشتری به نسبت به پلی‌استیشن داشت، ولی به دلیل پیچیدگی‌های CPU که باعث می‌شد طراحی بازی به شدت برای بازی‌سازها پیچیده بشه و به همین دلیل بازی رزیدنت اویل 1 از لحاظ بستری دچار افت کیفیت شده بود. نسخه پورت بازی بر روی سگا ساترن دارای 2 نکته جدید بود. اول اینکه یک مود جدید به بازی اضافه شده بود که بسیار به مرسنری مودی که الان ما میشناسیم نزدیک بود. دومین نکته جالب دموی بازی رزیدنت اویل 2 بود که طبق برنامه قرار بود برای تعطیلات پایان سال عرضه بشه. ولی نکته جالب این دمو این بود که بازی نمایش داده شده در دمو با بازی رزیدنت اویل 2 که تو امروز ما میشناسیم فرق میکرد. یعنی فرق که چه عرض کنم، کلن یه بازی دیگه بود. بازی نمایش داده شده مانند بازی که ما به عنوان رزیدنت اویل 2 میشناسیم دارای 2 شخصیت اصلی بود. اولی لیون اس کندی، همون لیون خودمونه که فقط یه خورده کوتوله‌تر به نظر میاد، یا حداقل من اینجوری فکر میکنم. دومی یه دختری بود به اسم الزا والکر که لباس موتور سواری تنش بود و موهای بلندی هم داشت. محیط بازی برخلاف بازی اول که تو امارت اسپنسر جریان داشت، این بار در یک شهر زامبی زده جریان داره که تو هر گوشه کنارش پر زامبیه. برخلاف بازی اول که گیم پلی بیشتر تاکید به فرار از زامبیا داره، توی بازی جدید تمرکز بیشتر روی درگیری و کشتن اوناست. حالا سوال اینه، اگه قرار بوده بازی رزیدنت اویل این شکلی باشه، پس چرا نسخه‌ای که ما به عنوان رزیدنت اویل 2 میشناسیم اینقدر متفاوته؟ برای جواب به این سوال نیاز داریم که گذری به تاریخ داشته باشیم. همونطوری که قبلا هم گفتم، تدارکات برای بازی دوم رزیدنت اویل تنها 2 ماه بعد از عرضه اولیه بازی شروع شد. ولی این بار کمپانی کپکام با اعتماد و بودجه بیشتر، شینجی میکامی رو مأمور ساخت این بازی کرد. اما برخلاف بازی اول، شینجی میکامی تهیه کنندگی بازی رو بر عهده گرفت
و هیدیکی کامیا رو مأمور ساخت این پروژه کرد. یه لحظه اینجا نگه دارین. الان خیلی از شما آقای هیدیکی کامیا رو نمیشناسید. همیشه برای من سوال بوده که یه همچین آدمی با یه رزومه که اینقدر قویه چرا خیلی ها نمیشناسنش؟ مثلا بیشتر گیمرها شینجی میکامی، هیدیو کوجیما یا دیوید کیج رو میشناسن، ولی آقای کامیا هیچ وقت به اندازه این افراد مشهور نبود. شاید براتون جالب باشه که بدونین آقای کامیا خالق آثاری مثل رزیدنت اویل 2، دیویل مکرای، ویو فول جویی، اوکامی، بایونتا و واندرفول 101 بوده، ولی هنوز بین گیمرها آنچنان که باید و شاید معروف نیست. مگه یه کارگردان چند تا باید اثر ناب خلق کنه که معروف بشه؟ به هر حال آقای کامیا مأمور ساخت این پروژه میشه و این بازی به اولین بازی اون در مقام کارگردانی تبدیل میشه. ولی اگه بخوام باهاتون صادق باشم، آقای کامیا فقط اسم کارگردان رو یدک میکشید و تیم سازنده رو خود آقای میکامی مدیریت میکرد، حداقل تا چند ماه اولشو. آقای میکامی برای بازی اول رزیدنت اویل کلی ایده داشت که به دلیل ضیق وقت و بودجه محدود هیچ وقت موفق به اجرای اونها در بازی نشد. حالا با بودجه بیشتر فرصت خوبی برای اون فراهم شده بود که ایده های قبلیش اجرایی کنه. یکی از ایده های استفاده نشده در بازی اول استفاده از پورتگنس با توانایی های فرابشری. میکامی از بچگی یکی از طرفدارهای مانگاهای ژاپنی بود و همیشه دنبال یه راهی میگشت تا با ایجاد یه کانال این دو دنیا رو به هم وصل کنه. ایده میکامی به این صورت بود که در دنیای رزیدنت اویل وجود یک پورتگنس که توانایی فرابشری داشته باشه و با استفاده از پرسونا بتونه زامبی ها رو کنترل کنه، میتونه یک تنوع خیلی عالی تو گیم پلی بازی ایجاد کنه. رو همین اصل اون کاراکتر الزا واکر رو طراحی کرد و به تیم سازنده تحمیل کرد. بله درست شنیدید، تحمیل کرد. آقای میکامی در واقع نظارت کامل رو داشت روی بازی، یعنی یه کارگردانی بود در سایه. آقای کامی از این بابت اصلا خوشحال نبود. اون معتقد بود که بازی جدید رزیدنت اویل باید هسته بازی اولیه خودش رو حفظ کنه. به اعتقاد اون یکی از دلایل موفقیت بازی اول واقع گرایانه بودن بازیه. جیل و کلیس تو بازی اول دقیقا دوتا انسان معمولی بودن و همین معمولی بودن اونا باعث ایجاد همزادپنداری گیمر با اونا شده بود. ولی کامیا اون زمان خیلی جوان بود و جلب کردن اعتماد سران کپکان براش خیلی سخت بود. برای همین تصمیم گرفت خودش و چند نفر از اعضای گروهش برای بازی دوم به صورت مخفیانه ایده هاشون رو توسعه بدن. تو سال 97 بعد از ریلیز شدن نسخه سگا ساترن رزیدنت اویل 1، خیلی از طرفدارهای بازی این نسخه را تهیه کردن تا بتونن دموی بعدی بازی رو نگاه کنن، ولی در کمال تعجب اون چیزی نبود که اونا انتظارش رو داشتن. بازی انگار روح خودش رو از دست داده بود، تغییرات گیم پلی مشهود بود، سران کپکان هم حسابی از بازخورد طرفدارهای بازی سورپرایز شده بودن. آقای کامیا این فرصت طلایی دید و طرحی رو که به صورت مخفیانه توسعه داده بودن رو نزد سران کپکان برد. 90% توسعه بازی رزیدنت اویل 2 به پایان رسیده بود و شاید خود آقای کامیا هم امیدی به تغییر شرایط نداشت، ولی در کمال تعجب و ناباوری سران کپکان ایده اونها رو قبول کردن و بهشون گفتن ما رو بساز بیاد بیزن. ولی در کمال تعجب همگان سران کپکام ایده کامیا رو پذیرو و ازشون خواست که توسعه بازی رو بر اساس ایده کامیا رو سرعت ببخشن. آقای میکامی که از این تصمیم کپکام حسابی سورپرایز شده بود و شاید هم بگم ناراحت شده بود، تصمیم گرفت که پروژه رو به کلی ترک کنه. اینم بهتون بگم با اینکه اسم آقای میکامی به عنوان تهیه کننده ی رزیدنت اویل اومده، ولی در واقع اون هیچ نقشی در بازی رزیدنت اویل 2 که ما الان میشناسیم و نداره. به هر حال آقای کامیا فرصت زیادی نداشت، باید سریع دست به کار میشد چون تا پایان سال 97 چیزی نمونده بود و چیزی که مرز بود این که بازی به هیچ وقت به تعطیلات پایان سال نمیرسه و این موضوع اصلا به مزاج سران کپکان خوش نمیومد. برای همین تیم توسعه یه تصمیم جالب گرفت که تا اون موقع بی‌سابقه بود. اونا یه تیم کوچولو رو مأمور ساخت یک ورژن جدید از بازی اول کردن. این بازی امروز به اسم Resident Evil Director Cut شناخته میشه.
این بازی دقیقاً همون بازی اول بود با یه سری تغییرات کوچولو. مثلا مکان یک سری از آیتم‌های بازی تغییر کرده بود و یا یک سری زاویه دوربین‌های جدید به بازی اضافه شده بود و یه حالت آسون هم به بازی اضافه شده بود. ولی مهمترین نکته بازی دموی قابل بازی رزیدنت اویل 2 بود. بازی در سپتامبر سال 98 ریلیز شد. این ریلیز این فرصت به تیم سازنده داد که خلای تأخیر بازی رو پر کنه و در عین حال یه فیدبک هم از طرفدارهای بازی بگیرن. اعتماد کپکام دوباره جواب داده بود. طرفدارها از دموی بازی استقبال کردن و همین باعث یک هایپ زیاد برای بازی شد. شرکت کپکام تصمیم گرفت که کمال استفاده را از این هایپ ایجاد شده بکنه و یک کمپین تبلیغاتی بزرگ رو برای تبلیغات این بازی ایجاد کنه. یادتونه تو اپیزود قبلی بهتون گفتم یکی از الهامات آقای مکامی برای ساخت بازی فیلم های جورجیو رومرو بود؟ کپکام این بار پاشو فراتر گذاشته بود و از آقای رومرو دعوت کرد که تیزرهای تبلیغاتی بازی رزیدنت اویل 2 رو بسازه. بالاخره بازی در سال 98 ریلیز شد و همونطوری که پیش بینی میشد بازی بسیار خوبی هم از آب در اومد. هسته اصلی بازی دقیقا همون هسته اولیه بود، یعنی بازیکن باید بیشتر از دست زامبیا فرار کنه تا با اون درگیر بشه، ولی تیم سازنده چندین ایده جدید هم به بازی اضافه کرده بودن. از جمله این نوآوری ها نمایش سلامت بازیکن به وسیله نوع راه رفتن کاراکتر بود، به طوری که زمانی که کاراکتر شما زخمی میشه لنگون لنگون راه میره. انیمیشن های بازی به مراتب زیباتر شده و تو این شماره به جای استفاده از کاتسین های فیلمی از سی جی های کامپیوتری استفاده شده که در زمان خودش به شدت زیبا و گیرا بود. برخلاف بازی اول که بازی در یک عمارت جریان داشت، بازی دوم در شهر زامبی زده راکون سیتی اتفاق افتاد. اما تغییرات بازی به اینجا ختم نمیشه. تو این شماره هم ما دو شخصیت اصلی داشتیم. اولین کاراکتر لیون اس کندی بود که یه پلیس تازه کاره که به تازگی در راکون سیتی جایی که اتفاقات بازی رخ میداد مشغول به کار شده و روز اول کاریش مصادف شده با همگیر شدن ویروس آمبرلا تو شهر. دومین کاراکتر بازی هم کلر ردفیلده که در اصل برادر کریس ردفیلد از بازی اوله که برای پیدا کردن برادرش به راکون سیتی اومده. برخلاف بازی اول، هر کدوم از این دو شخصیت دارای خط داستانی مجزا هستند و نوع روایت بازی از دید هر کدوم از این شخصیت ها متفاوته. حالا جدا از این، بعد از تموم کردن بازی با هر یک از شخصیت ها سناریوی بی بازی باز میشه که در واقع پایان بندی اصلی داستان تو سناریوی بی اتفاق میفته. حالا جدا از همه اینها، بعد از اتمام سناریوی بی یه مود جدید در بازی باز میشه به اسم چهارمین سوایور که یه مینی گیمه که اگه اونم تموم کنید یه مود جدید باز میشه به اسم تافو مود که در نقش یه تافو هستید. بله، تافو. همه این محتوا باعث شد که بازی در دو تا سیدی عرضه بشه که هر سیدی مختص به خط داستانی یک شخصیته. بازی یک موفقیت تمام عیار برای کمپانی کپکام محسوب شد. نه تنها بازی رکورد بازی قبلی رو در زمینه فروش شکوند، بلکه منتقدها هم به شدت از بازی استقبال کردند. حالا بریم سر اصل موضوع که داستان بازیه. اتفاقات بازی از دو ماه بعد از پایان شماره اول شروع. اکثر جمعیت شهر راکون سیتی توسط ویروسی که توسط شرکت آمبرلا تهیه و تولید شده آلوده شدن. لیون اس کندی، مامور پلیسی که اولین روز کاریش هست، و کلر ردفیلد که یک دانشجوه و به دنبال برادرش کریس میگرده، به ایستگاه مرکزی پلیس راکون سیتی میرن. اونجا متوجه میشن که بیشتر پلیسا کشته شدن و کریس هم شهر رو ترک کرده و به دفتر مرکزی آمبرلا به اروپا رفته تا تحقیقات دقیق‌تری انجام بده. لیون و کلر تصمیم میگیرن از هم جدا بشن تا بتونن بازمونده ها رو پیدا کنن و یه راهی هم برای فرار از شهر پیدا کنن. زمانی که کلر به دنبال راه فرار میگشت به یه دختر کوچیکی برمیخوری به اسم شری که از دست یک هیولا در حال فراره و لیون هم به یک خانومی به اسم ادا وانگ برمیخوره که به گفته خودش به دنبال دوست پسرش به اسم جانه که یکی از کارکنان شرکت آمبرلاست. با تحقیق بیشتر متوجه میشیم که رئیس پلیس شهر برایان آرون با شرکت آمبرلا همکاری داشته تا تحقیقات غیرقانونی اونها رو که در نزدیکی شهر انجام میدادن رو کاور کنه.
در واقع برایان کاملا از تحقیقات غیرقانونی ویروس جی که یک ویروس خطرناکه که انسان رو تبدیل به یک هیولای وحشی درنده میکنه مطلع بود. در همین بین شرکت آمبرلا یک تایرون به شهر میفرسته تا ویروس جی رو پیدا کنه. برایان سعی میکنه که کلر رو بکشه ولی توسط یه موجودی که به ویروس جی آلوده شده بود کشته میشه. کلر و شری از طریق راه فاضلا فرار میکنن و طی یه اتفاق از هم جدا میشن. در همین بین ادا به طور اتفاقی با شری رو در رو میشه و شری هم از دست ادا فرار میکنه و در حین فرار گردن آویز از گردنش باز میشه و ادا اونو بر میداره. ادا بعد از این واقعه دوباره با لیون برخورد میکنه و لیون هم به اون پیشنهاد میده که از ادا محافظت کن و ادا هم قبول میکنه و در همین بین اونا با یک زن میان سال برخورد میکنن. این زن که مسلح هم هست به ادا شلیک میکنه و لیون هم خودشو فدا میکنه و تیر به لیون میخوره. ادا هم نامردی نمیکنه و بدون هیچ توجهی به لیون که بیهوش روی زمین افتاده به دنبال زن میان سال میره که بعد از شلیک به اونها پا به فرار گذاشته بود. بعد از یک درگیری و مختصر ادا اون زن رو خل اصلاح میکنه و اون هم خودش رو مادر شری و همسر ویلیام برکین معرفی میکنه. حالا ویلیام برکین کیه؟ اون دانشمند شرکت آمبرلاست که ویروس جی رو طراحی کرده که برای محافظت از دستاورد کاری یک عمرش که همون ویروس جی هست از دست مامورهای ویژه‌ای که از سمت آمبرلا فرستاده شده تا ویروس رو از اون بدزدن ویروس رو به خودش تزریق کرد که ویروس اون رو تبدیل به یک هیولای درنده کرد که حالا به دنبال شری دخترش میگرده چون جفت اونها دارای کدهای ژنتیکی مشابهی هستن. در همین بین مادر شری گردن آویز شری رو تو دست ادا میبینه و به سمت اون حمله میکنه و ادا هم اونو هول میده و مادر شری از چندین طبقه سقوط میکنه. ادا متوجه میشه که داخل گردن آویز یه نمونه از ویروس جی جاسازی شده. بعد از این وقایع اون تصمیم میگیره پیش لیون برگرد و زخم اونو پانسمان کنه. در همین بین شری و کلر دوباره همدیگر رو پیدا میکنن و کلر متوجه میشه که ویلیام دختر خودش رو به ویروس آلوده کرده تا از خودش تکثیر کنه. ادا، لیون، کلر و شری به یک کارخونه متروت میرسن که در واقع یک کاور برای آزمایشگاه فوق سری و زیرزمینی شرکت آمبرلاست. ویلیام در یک حمله ناگهانی ادا رو به شدت زخمی میکنه و لیون هم وارد آزمایشگاه میشه تا یک درمانی براش پیدا کنه و در حین جستجو با مادر شری روبرو میشه که بهش میگه که رابطه اون با ویلیام فقط برای به دست آوردن اطلاعات در رابطه با ویروس بوده و ادا یه جاسوسه که میخواد ویروس رو برای یک گروه نامعلوم بدزده و درست زمانی که اون میخواد به لیون شلیک کنه تایرون ظاهر میشه و اون مجبور فرار میشه. در همین بین ادا سر میرسه و برای نجات جان لیون خودش رو فدا میکنه و به داخل یک پرتگاه سقوط میکنه. ادا به نظر میاد که مرده. قبل از سقوط در یک صحنه عاطفی به لیون میگه که عاشق لیون بوده. در همین بین مادر شری اقدام به فرار با یه نمونه از ویروس جی میکنه که به شدت توسط ویلیام شوهرش مجروح میشه ولی قبل از مردن به کلر میگه که چجوری یک واکسن برای شری درست کنه که جلوی تبدیل شدن اونو بگیره. بعد از ساختن واکسن توسط کلر او و لیون و شری در خروجی استرالی قطارها هم دیگر رو میبینن و کلر واکسن رو به شری میزن. در همین بین لیون با یه سوپر تایر مواجه میشه که به کمک ادا اونو نابود میکنه. و در آخر اینم بهتون بگم که ادا در آخر یک نمونه از ویروس رو به سرقت میبره تا کلر و شری توسط قطار تند رو از شهر فرار میکنن ولی در لحظه آخر متوجه میشن که ویلیام که حالا تبدیل به یه هیولای تمام عیار شده بود در قطار همراه اوناست. تا لیون هم قطار رو منفجر میکنن و هیولا رو بالکل از بین میبرن. در آخر بازی متوجه میشیم که به غیر از لیون و کلر و شری یک نفر دیگه هم زنده مونده که اون فردی که از مامورهاییه که آمبرلا فرستاده تا ویروس جی رو بدزده و اون موقع متوجه میشیم که ویروس جی از شهر خارج شده. همونطوری که دیدی داستان بازی به مراتب بهتر و سینمایی تر از بازی قبله. بازی رزیدنت اویل 2 بازی مورد علاقه من تو کل مجموعه است. باشه براتون جالب باشه که بدونید یه زمانی من این بازی رو اسپید ران می‌رفتم و رکورد شخصی من 52 دقیقه است. یعنی بازی رو تو 52 دقیقه تموم می‌کنم. و حالا می‌رسیم به این سوال که آیا من این بازی رو به شما پیشنهاد می‌کنم؟ جواب مشخصه، به شدت. این بازی یک مستر پیس تمام عیاره که اگه هنوز تا حالا این بازی رو انجام ندادین حتماً این عنوان رو بازی کنین.
تو قسمت بعد میریم سراغ رزیدن اویل 3 و پرونده این بازی رو براتون باز میکنم. دوستان فراموش نکنید کلید سابسکرایب رو حتما بزنید تا ما رو برای رسیدن به هدفمون همراهی کنید. حتما حتما زنگوله رو بزنید تا از ویدیوی بعدی ما با خبر بشین. حتما کامنت بذارین چون کامنت های شما برای من بسیار مهمه. از این که تا اینجا همراه ما بودین خیلی ممنونم. مرسی که این اپیزود دیدین. تا اپیزود بعدی خداحافظ.